سرنوشتی مشابه با طریقی متفاوت. جوجه و کودک هر دو به هم نگاه می کنند. نگاهی پر از معنی و امید. هر دو برای فردا رویایی دارند. جوجه می اندیشد روزی در آسمان ها پرواز خواهم کرد. کودک می اندیشد روزی کهکشان ها را تسخیر خواهم کرد. اما هر دو بی خبر از خطر فردایند. بی خبر از طرح‌های آدم نمایان خوش صورت و صیادان بدتینتی که وعده هایشان کرم لذیذ روی قلاب است. جوجه به زودی می فهمد بالهایش برای پرواز نیست و انقدر در زمین می چرد تا به وزن دلخواه مرغداری ها برسد و به عنوان کالای مصرفی وارد بازار گردد. اما کودک اگرچه سرنوشت مشابهی دارد ولی مسیر متفاوتی را طی می کند. او وارد دنیایی می شود که عدالت، استقلال و آزادی فقط یک شعار است. دنیایی که انسانیت و شرافت ها قابل خرید و فروش است. دنیایی که سیاست و مذهب دو لبه تیز یک قیچی برای هدفی مشترکند. یکی نابسامانی ها را توجیه می کند، دیگری نابرابری ها را تحمیل می کند. می بیند که سیرت و صورت ها با هم در تضادند. و روزی نچندان دور می فهمد که چه بیرحمانه بزرگ شده تا مانند کالایی وارد بازار عرضه و تقاضای اهداف سیاسی و مذهبی دیگران شود و بعد هم صحنه را ترک می کند بدون آنکه زندگی کرده باشد. این سرنوشت مشابه همه ی جوجه ها و کودک هایی است که هرگز قالب هایشان را نشکسته و از مدار تقلید بیرون نیامده اند. بنابراین باید معنی عدالت، استقلال و آزادی را در فضای عاری از دخالت دست های آغشته به خون انسان های طمعکار و افراد سودجو دنبال کرد. به همین خاطر کلمه زنده خدا عیسی مسیح به میان ما آمد و به معبد رفت و تخت صرافان، قفس کبوتر فروشان و بساط کاسبی کاهنانی که دلال و واسطه خرید و فروش بهشت شده بودند را واژگون ساخت. متی فصل 21 آیه 12. او شخصاً بر روی صلیب رفت و با خون خود قیمت گناهان بشر را پرداخت نمود و دیوار جدایی و مانع رابطه مستقیم بین خدا و انسان را از میان برداشت. افسوسیان فصل 2 آیه 24. تا فیض خدا برای همه کسانی که این حقیقت را میپذیرند رایگان باشند و دیگر هیچ وقت هیچ کس در هیچ مقامی با فروختن کلید بهشت و سهم وکالت و حق واسطه‌گری از کسی اخاذی نکند. پرده ای بود گناهان به میان من و یار، پرده بشکافت نگاری که به ایوان آمد.